سوال اینه، وسایلی مثل گوشی، پیسی، لپتاپ، کنسول، تلویزیون، اصلا همین لامپ تا چقدر میتونن داغ بشن یا چقدر داغ باشن عادی؟ این سوال واقعا خیلی مهمه چون اینجوری عمر دستگاهتون بهش ربط داره، مخصوصا زمانی که میگن هر 10 درجه گرمای کمتر میتونه عمر بعضی وسایلتون رو دوبل کنه. ولی از این سوال مهمتر اینه که اصلا چرا از اون اول باید وسایل داغ کنه؟ شاید الان دارین فکر میکنید که این سوال زیاد مهم نیست یا جوابش خیلی ساده است، مثلا اینکه وقتی خود دارن وسایل کار میکنن داغ میکنن. ولی مشکل این جواب اینه که یکم ناکامله. البته خب به همین سادگی هم واقعا میتونید قبولش کنید، اصلا این قسمت ویدیو رو هم بزنید جلو به قسمت های مهمتر برسید. ولی بحث ما اینجا شروع میشه که واقعا چرا وسایل دارن داغ میکنن. البته خب دلیل داغ کردن وسایل یه جورایی به خاطر مشکلشون نیست، به خاطر خاصیتشونه. چرا؟ دوستان اینجا شروع میشه که وقتی الکتریسیته یا حالا همون برق توی مسیر داره حرکت میکنه، به خاطر اینکه مدل انرژیه و همونجوری که میدونید انرژیش فقط به نیمه فقط از حالت بالاتر دیگه تبدیل میشه و خب اینجا نمیتونه همونجوری یهو وسایل رو از بین بره و حتما بعد به حالت دیگه تبدیل بشه. اینو دیگه تو درسای کلاس پنجم بعد یاد میگیرید. البته بگم اگه هنوز به کلاس پنجم نرسیدین، همین الان درساتون براتون اسپویل کردم. تازه انیشتین کلاس هفت فصل 4 میمیره. بگذار کجا بودی؟ انرژی حتما باید به یه چیزی تبدیل و این انرژی فقط میتونه به چند تا حالت تبدیل. مثلا اولیش نوره یا بقیه امواج الکترومغناطیسی، دومیش خود مغناطیسه که با مغناطیسی که تولید میکنه میتونه یه چیزی مثل فن سی پی رو بچرخونه یا یه چیزی هول بده و بکشه و کارهای دیگه، و سر آخرم به راحت ترین مدل انرژی یعنی گرما تبدیل بشه. البته خب موضوع به همین سادگی هم نیست که یه برقی رد بشه و یه گرمایی هم تولید بشه. یعنی اگه همین الان جدول رو ببینید، از بین همه عناصر فقط این فلزها که میتونن جریان برق از خودشون خوب رد بدن. و این لیست هم یه جورایی همین فلزات رو نسبت به بهتر رد دادن برق دسته‌بندی کرده که مثلا اول نقره است، بعد مس، بعد طلا، آلومینیوم، پایین تر حتی میتونید آهن و غل و تایتانیوم هم ببینید. و هر چند از بالا شروع کنید بیایم پایین، این فلزات موقع رد دادن برق هم داغ‌تر میشن هم ضعیف‌تر. مثلا وقتی 80 آمپر از دو تا سیم یکی آلومینیوم و یکی مس رد میشه، دمای سیم آلومینیوم دور بر 80-90 درجه است ولی مس زیر 40 درجه. و این داره بهتون نشون میده که این مواد توی رد دادن برق همشون یه جور عمل نمی‌کنن و این گرما نسبت به جنس مواد تغییر می‌کنه. ولی خب چرا؟ اگه شما یه چیزی مثل سیم طلا، آلومینیوم، آهن یا همین مس رو در نظر بگیرید، همه این مواد توی آخرین لایه اتمشون یه سری الکترون هست که دارن اون وسط برخوردشون میچرخن و اینور اونور میرن که به این الکترون‌ها میگن الکترون آزاد و به کار این الکترون‌ها میگن الکترون دریفت. و وقتی یه ولتاژی روی این سیم مس گذاشته میشه، اون الکترون‌های آزاد که داشتن برخوردشون اتم به اتم جابجا می‌شدن، دریفت می‌کشیدن، شروع می‌کنن به بیشتر دریفت کشیدن و نتیجه‌ش هم میشه سرعت الکترون‌های بیشتر یا همون آمپرش. یعنی در واقع حرکت این فری الکترون هاست که باعث جریان برق میشه. ولی خب مشکل دقیقا همینجاست، چون وقتی سرعت این الکترون دریفت زیاد میشه، باعث میشه که این الکترون ها با یه سری از اتم ها برخورد کنن و به این برخورد الکترون با اتم میگن رزیستنس یا همون مقاومت، و به این لرزشی هم که به خاطر خوردن الکترون به اتم ایجاد شده میگن گرما یا هیت. و دقیقاً هم به خاطر همینه که این فلزای بالاتر میتونن راحت‌تر برقرارت بدن، چون مقاومتشون پایین‌تره و الکترون‌ها هم راحت‌تر توی مسیر حرکت می‌کنن و زیاد به در دیوار نمی‌خورن. البته این مقاومت فقط به جنس مواد ربط نداره. در صورتی که شما سیماتون کلفت‌تر باشه، چون فضای بیشتری برای حرکت الکترون‌ها هست، مقاومت کمتر میشه، و همینطور وقتی که سیماتون کوتاه‌تره به خاطر اینکه تعداد این برخوردها کمتره، بازم مقاومتتون کمتره که بازم یعنی سیمتون بهتره. پس همیشه حواستون باشه چون بعد سیماتون کلفت و کوتاه باشن. واسه ببینید. البته اینم بگم که تمام این مسائلی که الان شنیدین چیزی بودی که راحت باش تصور کنید و واقعیت همه اتفاقات توی فیزیک کوانتوم. ولی خب احتمالاً کسی نمیخواد با سرعت از این ویدیو خارج بشه. بگذار. تا الان انرژی چیزی بود که حتما بعد از یه حالتی بالا دیگه تبدیل میشه. ولی یه نکته ای که این وسط وجود داره اینه که تو هیچ وسیله ای دقیقاً نمیتونیم اون بازی که خودمون میخوایم رو به صورت 100 درصد به ما بده. مثلا فقط نور. نمونه بارزش این لامپ رشته ای که بهشون 100 وات میگفتن، این لامپا از 100 وات برقی که بهشون داده میشد فقط 2 وات نور میشد. 98 درصد گرما. البته اگه خودت یه بار بهش دست داده بودین یا یه ساتالوسون زیرش نشسته بودین کاملا میتونستین این قضیه رو درک کنین. ولی در مقابل توی چیزی مثل هیتر یا همون بخاری برقی که دقیقاً مثل لامپا توش از همین رشته‌های آهن یا تنگستن استفاده شده بود، برعکس 98 درصد گرما بود 2 درصد نور. زمستون هم میل داشتین برین توش. پس دلیل واقعی گرما اصلا مشکل وسایل نیست، خاصیت وسایلی که شما توی هیتر می‌خواستینش ولی توی لامپ نه. ولی خب چیزی که می‌خوام توی این ویدیو بگم، گرمای توی لامپ نیست، گرمای توی وسایلی مثل SOC توی گوشی، CPU، کارت گرافیک، رم، پاور و خیلی چیزهای دیگه است که اصلا گرمای توی این وسایل نمی‌خوایم. پس بعد یه جوری از شرش خلاص شد. ولی خب اولین دلیل گرما توی وسایل دقیقاً به خاطر همین داستانی که براتون تعریف کردم، توی تقریباً 80 درصد چیپست هم مثل CPU دقیقاً همون عنصری استفاده شده که احتمالاً 100 بار هم اسمش شینی سیلیکون. و مشکل این سیلیکون اینه که توی این جدول توی این قسمت قرار داره که یعنی سمی کانداکتور یا همون نیمه رسانه. و خب مشکل این نیمه رسانه هم اینه که در عادی رسانه نیستن و فقط توی شرایط خاصی رسانهشون بالا میره، توی شرایطی که گرماش خیلی بالا، و همین هم باعث شده که توی این جدول رسانه تقریبا آخرای لیست باشه. پس میان چیکار میکنن؟ میان این سیلیکون رو با یه سری دیگه مواد مثل آنتی موان، آرسنیک، فسفر یا برون قاطی میکنن که توی شرایط خاصی بتونه رسانه بشه و بتونه کار ترانزیستور انجام بده و خیلی داستانهای دیگه. ولی خب متاسفانه با تمام این داستانا بازم تا حدی مقاومتش بالاست که همینم یعنی گرما
گرمای بیشتر موقع جمع برق بیشتر. دومین چیزم اینه که اگه یه بار یه سی پی یو یا کارت گرافیکو باز کرده باشین، می‌بینین اندازه خود هستش 5 سانت در 5 ثانیه نهایتا 10 سانت. و خب این ترانزیستورایی که داشتم در موردشون حرف می‌زدم، تقریبا تعدادشون بین چند میلیون تا چند میلیارده و همه‌شون هم قراره تو همین چند سان جا بگیره. و الان هم قراره توی چیپستی مثل چیپست آرتیکس 90 تی آی یه چیزی حدود 450 وات برق فقط تو همین چند سان خالی شه. و خب فکر می‌کنید از این 450 وات برق چقدرش قراره به گرما تبدیل بشه؟ یه کمکی می‌کنه. هیچی قرار نیست به نور تبدیل بشه، هیچ فنی هم قرار نیست با این 450 وات بگرده. و از همه مهمتر، این انرژی به اطلاعاتی هم که توی سی پی یو یا کارت گرافیک دارن پروسس میشن تبدیل نمیشه. اگرم براتون سوال شد چرا، میتونید برید این ویدیو رو ببینید. البته خودم زیاد از این ویدیو راضی نبودم. ولی خب چیزی که کلا میخواستم بگم اینه که این 450 وات نه به نورای مرئی تبدیل میشدن، نه فنی رو میچرخوندن، و نه به اطلاعاتی که داخل سی پی یو کارت گرافیک دارن پردازش میشن ربط داره. این 450 وات قراره تماما به گرما تبدیل بشه. یعنی کامپیوتر شما در واقع هیچ فرقی با هم مونیتور نداره. و احتمالاً هم به خاطر همینه که KFC داره کنسول جدیدش رو به همراه سرخگون بیرون میده. تازه با همکاری کولر مستر. بذار بگم دقیقاً چه اتفاقی میفته. شما این کنسول میخرید، بعد میتونید تو لودینگ GTV جوجه سوخاری بخورید. یا اصلا از اون گذشته اگه توی دنیای موازی خواستین روز برید مکدونالد و از اون ور برید گیمت بجاش، میتونید برید KFC. این فوق العاده است. البته به اونایی که واقعا باور کردن این کنسول داره با گرمای CPU جوجه رو سرخ میکنه بگم نه، واقعا اینطور نیست. این دوتا بخش جدا. احتمالاً KFC و کولر مستر فکر کردن این دوتا رو کنار هم دیگه بزنن خیلی بامزه میشه. ولی خب از اینکه این گرما چی و از کجا میاد بگذریم، به اینجا میرسیم که حالا که این گرما اینجا هستش، واقعا میتونه به قطعات داخل سیستمتون آسیب بزنه که مثلا عمرشون کم بشه، ضعیف بشن یا بسوزن. و خب جوابش اینه. بله. خب چون اصلا اسمش روشه بعد داغ بشه تا بسوزه. اینه دیگه واقعا مغازدار سر کجان وقتی وسایلتون خراب میبرید پیشش میدونه. تو این قسمت میخوام بگم که دقیقاً چجوری این گرما میتونه وسایل خراب کنه و چیکار میتونید بکنید که این گرما وسایلتون رو خراب نکنه. ولی خب قبلش دوباره بعد داستان دیگه بشنوید. این وسایل چه حالا همین چیپست ها یا هر قسمت دیگه که توی وسایل الکترونیکی استفاده میشن، در واقع با نظم و ظرافت ساخته میشه. و به هر طریقی شما نظم مدل ساختاری اون وسیله رو عوض کنید، اون دستگاه دیگه کار نمیکنه. و حتما هم این نظم با مثلا خراب شدن نصف اون وسیله از بین نمیره. میتونه با شکاف خیلی کوچیک خراب بشه. دقیقاً مثل زمانی که یکی از تارهای سیم میتونه کاری بکنه که سیم اتصالی کنه، یا توی سی پی یو فقط با خراب شدن یکی از این ترانزیستورها بین چند میلیارد ترانزیستور دیگه اون سی پی یو کار نکنه. ولی موضوع اینه که این گرما میتونه چاسی به این نظم بزنه. اگه یادتون باشه چند دقیقه پیش گفت این لرزش داخلی جسم در واقع همون گرمای اون وسایل، و این لرزش در واقع یه جورای خود بی‌نظمی. و خب از این گذشته این گرما میتونه ذات مواد هم عوض کنه. مثلا یکیش ترمال اکسپنشن که یعنی تغییر اندازه مواد یا حالت مواد توی دمای مختلفه، به علاوه تعداد دفعات گرما ثبت شدن یه وسیله. اینجوریه که تمام مواد چه فلزات چه پلاستیکا بعد از اینکه دماشون بالا میره اندازه‌شون هم بالاتر میره. مثلا مس توی 60 درجه 1 میلیمتر به ازای هر متر بلندتر میشه، یا پلاستیکا تا 10 تا 12 میلیمتر زیر 80 درجه بلند میشه. نمونه بارز این اتفاق سیمای برق توی شهرن که تو تابستون به خاطر گرما یه ذره بلندتر میشن کش میان، ولی دوباره توی زمستون برمیگردن سر جاش، یا ریلای قطار که طی زمان کج میشه. و خب این اتفاق توی قسمت‌های مختلف سیستم میفته که مثلا قسمت‌های خیلی کوچیک برد مثل خازنا یا آیسیا طی زمان به خاطر گرما سرد شدن سیستم با یه احتمالی میلیمتر به میلیمتر از هم فاصله بگیرن و این نظم خراب کنن. یکی از شایع‌ترین خرابی‌ها به خاطر همین اتفاق خرابی سوکت‌های APU توی PS4. چون PS4 کنسولی که در طول روز زیاد قراره توش گیم پلی بشه، دماش اکثرا دور بر 70 80 درجه است، و این کاری میکنه که در طول زمان قلی که باش APU توی PS4 روی برد لایم شده آروم آروم تغییر جا بده و یا به یه پایه دیگه بچسبه یا از وسط بشکنه. و خب ممکنه با خراب شدن یکی از این پایه‌ها دیگه PS4 روشنش. بعد ترمال اکسپنشن و دفعات زیاد گرما سرد شدن وسیله، مشکل بعدی گرما تاثیر مستقیم گرما روی وسایل، مثلا مثل خازنا. این خازنا رو میتونید توی پاور PC یا کنسول یا توی آداپتور لپتاپ یا اصلا روی خود برد ببینید. و نکته جالب این خازنا اینه که توی مشخصاتشون عمر نسبیشون رو نوشته که مثلا این خازن عمرش روی 105 درجه سانتیگراد تا 2000 ساعته. یعنی توی این دما اگه روزی 6 ساعت کار کنه بعد از تقریبا 1 سال خراب میشه. دلیلش هم به خاطر اینه که گرما مستقیما روی لایه الکترولیت این خازنا میتونه تاثیر بذاره و نسبت به جنس الکترولیت و چیزهای دیگه عمر این خازنا محاسبه میشه. ولی یه نکته ای که خود کمپانیای سازنده این قطعات میگن اینه که تقریبا طبق برآوردهشون به ازای هر 10 درجه گرمای کم در عمر این وسایل هم دوبل میشه. یعنی اگه توی 95 درجه روزی 6 ساعت کار کنید بعد از 2 سال خراب میشه، توی 85 درجه 4 سال، 75 درجه 8 سال، یا 65 درجه 16 سال. و خب اینجا دقیقاً همون جاییه که شما میتونید دست به کار بشید و عمر وسایلتون زیاد کنید. مثلا با کولپدی که واقعا بادش هم توی لپتاپ بره. خیلی‌ها میگن شاید کولپد نیاز
نیاز نیست چون تهش 4-5 درجه دمای سی پی یو کارت گرافیک رو کم میکنه. ولی نکته غلط این حرف اینه که فقط عمر سی پی یو کارت گرافیک مهم نیست. خراب شدن کوچکترین قطعه روی لپتاپ میتونه کاری کنه که این لپتاپ اصلا کار نکنه و هر کدوم از این قطعات هم اونجوری که گفتیم یه عمر خاصی داره. یا از لپتاپ یا فن اضافی PS4 و PS5 گذشته، کیس کامپیوتری که ایر فلوش خوب باشه میتونه کاری بکنه که دقیقاً مثل همون اتفاقی که توی لپتاپ افتاد، گرمای توی سیستم خالی بشه و سریع سیستم خنک بشه و عمرش زیاد بشه. و حتی از این چند تا مهم‌تر، گذاشتن یه ویپر چمبر یا لوله‌های خنک کننده خیلی کوچیک توی گوشی، این چیزا میتونن کاری بکنن که اگه یه IC داخل گوشی گرم بشه، سریعاً گرمای اون IC رو توی خودشون یا توی کل گوشی پخش کنن تا گرمایی که از این IC درمیاد به خاطر برد این IC توی بقیه قطعات دورش پخش نشه. ولی در مورد همه چی حرف زدیم، مهمترین قسمت هنوز مونده. گرمایی توی قسمت‌های مهمتری مثل CPU، GPU یا RAM میتونه چیکار کنه؟ واقعا خیلی عجیبه بگم، زیاد نگرانی نداره. اینجوری بگم که تالا نشده کسی بگه خود هسته CPU، GPU، APU یا SoC داخل گوشی ها به خاطر گرمای زیاد سوخت. چون اولا کیفیت ساخت وسایلی مثل همین CPU در حدی بالایه که اگه یه روزی هم سیستمتون دکمهشو زدین دیدین روشن نمیشه، دقیقاً آخرین قسمتی که باید بهش شک بکنید اینه که CPU تون سوخته باشه. و دوما اینکه توی خود CPU چند نوع سنسور هست که دارن دمای مختلف قطعات داخل خود CPU رو اندازه‌گیری میکنن و همین هم کاری میکنه که دمای CPU هیچ وقت از 105 درجه رد نشه. اگرم رد بشه یا سرعت کلاک رو میندازه یا ولتاژ رو میندازه و سر آخرم اگه بازم گرم و کم نشه سیستمتون کرش میکنه. اینجوری بگم که اگه دمای سی پی یو تون زیر 70 یا اصلا 80 درجه است زیاد نباید نگران باشید، چون در واقع اونقدر آسیب نمیبینید و خب بدون واتر کولینگ کار خاصی هم نمیتونید بکنید. فقط سعی کنید توی وسایل مثل همین سی پی یو یا جی پی یو یک اورکلاک نکنید، دو ولتاژ زیاد دست نزنید و سوم اینکه تا حدی که میتونید دمای اینا رو پایینتر بیارید، چون بالاخره دمای بالا بی‌نظمی ایجاد میکنه و بی‌نظمی هم مساوی بازدورتر خراب شدن این قطعه. حالا جالب تر از این سی پی یو یا کارت گرافیک، باتری لیتیومی. باتری لیتیومی توی دمای بالاتر عملکردشون بهتر هم میشه. اگه نمودار ببینید داره کارایی باتری لیتیومی رو توی دمای مختلف نشون میده و یکی از اینا مقدار شارژ دهی باتریه و داره نشون میده که توی دمای 45 درجه شارژ دهی باتری 250 میلی آمپر ساعت بیشتر هم میشه، در صورتی که هم توی دمای معمولی 25 درجه پرفورمنس باتری کمتر میشه و هم بعد 45 درجه یعنی توی 55 درجه دوباره کار کرده باتری پایین‌تر میاد. یعنی دمای 45 درجه یا بین 25 تا 55 درجه دقیقاً بهترین دما برای کار کرده باتری لیتیومی. البته اینجا هم به خاطر همون قوانینی که گفتیم دقیقاً عمر باتری ها به خاطر گرمای بیشتر بی‌نظمیشون بیشتر میشه و عمرشون هم کمتر میشه، ولی توی این باتری لیتیومی دمای پایین‌تر هم دقیقاً عمر این وسایل کمتر میشه و دقیقاً هم به خاطر همینه که ماشینای ایوی نمیتونن زیر برق مستقیماً شارژ بشن، 25 دقیقه بعد وایسی تا گرم میشه. کلاً این ماشینا سعی میکنن دمای باتری رو دور بر همون 30 درجه نگه دارن. ولی خب این گرما توی باتری لپتاپ یا گوشی تقریباً در حفظ میشه و شما نباید زیاد نگران گرمای باتریتون باشید. البته خب تا حدی هم بد باشه چون یه ذره عمرشون کمتر میشه. ولی از گرمای توی این باتری‌ها مهم‌تر اینه که تعداد دفعات شارژ و دیسشارژ شدن اینا چقدر باشه. چون همونجوری که دارید تو نمودار می‌بینید دقیقاً تعداد دفعات شارژ کردنه که در عمر اینا رو کمتر می‌کنه. خب سر آخر به عنوان اینکه تو این ویدیو چی شد و الان بعد چیکار بکنید که حداقل توی موضوع گرما سیستمتون اوکی بمونه، بگم که گرما چه توی وسایل کامپیوتری چه غیر کامپیوتری کلا معیار این بود که مدل ساختاری یا نظم داخل اون وسایل رو به هم بریز و عمر اون وسایل کمتر کنه و شما کاری هم که باید بکنید اینه که میزان گرمای اون وسایل رو به حداقل برسونید. مثلا اگه کیستون ایرفلوی خوبی نداشته باشه میتونید یه مدت در کیستون رو باز کنید، بعد با یه سری از برنامه‌ها یا اصلا تست منیجر خود ویندوز تست بکنید ببینید مثلا دمای کارت گرافیکتون تا چه حدی پایین میاد. اگه مثلا 7-8 درجه بود کلا میتونید در کیستون رو باز بذارید. فنای داخل لپتاپ و کنسول هم دیگه خودتون میدونید بعد خاکگیری بشه که باد بیشتر بیاد داخل. خمیر سیلیکون هم حداقل یکی دو سال به یکی دو سال عوض کنید چون خشک میشه و دیگه قدرت خودش رو از دست میده. اینو بگم واقعا خودم با چشای خودم دیدم، توی لپتاپی حداقل 10 سال بود خمیر سیلیکون عوض نشده بود و گرمای سی پی یو تا حدی زیاد بود که کلا پلاستیک پشت برد آب شده بود. و سر آخرم سعی کنید حتما پاورای 80 پلاس سیلور یا گلد رو بگیرید چون هم مسافه برقشون پایین‌تر هم گرمای کمتری تولید. اینم بگم که برای این ویدیو هیچ خدافظی آماده نکردم. واقعا چرا باید توی ویدیو خدافظی کنم؟ توی ویدیو چرا باید خدافظی کنم؟ من نمیدونم. خود دیگه توی اسکریپت نوشتم دیگه، چون مسافه برق پایین‌تری دارن و گرمای کمتر. او اینو نگفتم. البته تا چند وقت دیگه ویدیو سری مدل‌های پاور هم میدم. پس سابسکرایب کن. بالاخره این کلمه رو گفتم. خیلی دردناکه. سابسکرایب کنید.